خدمت بینندگان عزیز و ارجمند برنامه سود عرض بکنم که در این قسمت تصمیم داریم درباره رشته کاراته صحبت کنیم، رشته که در ایران بسیار طرفدار داره و ایران یکی از قدرت‌های برتر آسیاست در کنار ژاپن و در دنیا هم که حرف‌های زیادی برای گفتن در رقابت‌های جهانی برمن هم که در سال گذشته برگزار شد موفق شد که برای نخستین بار در تیم قهرمان بشه. بازی آسیایی هم که همیشه به مدد کاروان ایران اومده. ما بالاخره گهگاه صحبت میکنیم درباره کاراته، دو کارشناس و مهمان خوب در برنامه داریم. آقای مهدی جعفر قلی‌زاده از هلسینکی فنلاند همیشه با ما هستند و مرتاد اسفندی دوست خوب من و کارشناس برنامه سود که در استودیو حضور دارم. آقای اسفندی خب سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون، همچنین بینندگان عزیز برنامه سود و دوست عزیز و خوبم آقای جعفر قلی زاده. بسیار ممنون آقای جعفر قلی زاده، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم. همین اول دشتی می‌خواستم از شما بپرسم که چه خبر جدیدی از کاراته دارید؟ با سلام و عرض ادب و تبریک روز پدر البته به همه پدرهای دنیا خدمت شما و مردم عزیزمون و بینندگان محترم. والا خبر جدید کاراته اینه که تیم دانشگاه آزاد تونست مقتدرانه قهرمان باشگاه آسیا بشه پریروز و هم در قسمت بانوان و هم در قسمت آقایان واقعا نتایج بسیار خوبی رو کسب کرد، ولی این در سال قبل تیمای قدرتمندی حضور داشتن و بازیکنان خارجی زیادی تو اون تیما بودن، مثل رافال آقایف و سرکان از ترکیه و بازیکنان خارجی دیگه، ولی امسال زیاد بازیکنان خارجی در تیم‌های باشگاه آسیا حضور نداشتن و تقریبا بازیکنان لوکال بودن در تیم‌ها. ولی با این حال بازم تبریک میگیم چون بالاخره اول شدن خب حرف زیادی برای گفتن داره کاراتای ایران تو آسیا. درست. و خوشحالیم از این بابت. بسیار ممنونم که ما هم با آقای جعفر قلی‌زاده صحبت می‌کنیم. اخبار جدید و دست اول از کاراته به ما بینندگان عزیز و ارجمند ارائه میکنم و از این بابت هم تشکر میکنم. آقای اسفندیاری، ما میخوایم تو این برنامه درباره تیم ملی هم صحبت کنیم. آقای علیرضا سلیمانی دیگه معرف همه هست، تو برنامه قبلا با هم صحبت کردیم، دوباره به تیم ملی برگشته، بازی های آسیایی هم در پیش دارن و مدعی قهرمانی هم هستن. خیلی اظهار رضایت کرده آقای سلیمانی از اردوهای خارجی که داشتن و الان میخوان آماده بشن. می‌خواستم درباره روند آماده‌سازی تیم ملی کاراته زیر نظر آقای سلیمانی با شما صحبت بکنم. ببینید، همونطور که قبلا صحبت شد، آقای سلیمانی یکی از مربیان کارکشته در رشته کاراته است که در کشورهای مختلف به هر حال تجربه زیادی اندوخته. الان هم روند آماده‌سازی چون تا مسابقات آسیایی فاصله زمان مناسبی وجود داره، در روند آماده‌سازی پایه رو دارن انجام میدن ایشون و به حال اردوهای انتخابی و مبارزات انتخاباتی تا نفرات اصلی رو انتخاب بکنن برای حضور در این مسابقات. خیلی اعتقاد دارن که آقای سلیمانی در زمانی که تیم‌های ملی دستش هست، حالا یه دوره قبلی هم دستش کوچینگ کرد، کوچینگ خوبی داره. خب منم قبلا که در مسابقات مختلف در تهران باشیم، در اردوهای مختلف می‌گرفتن، احاطه خوبی بر تیم ملی داشت و یه مزیت خوب دیگه هم که داریم که به جوان ها هم اعتقاد داریم. باستم شخصا از شما بپرسم که چقدر اعتقاد دارید به آقای سلیمانی؟ بله قطعا همینطوره، به دلیل شخصیتی که ایشون داره و ارتباطی ایشون ایجاد میکنه با افراد حاضر در اردو، همچنین این که برایشون خیلی انضباط های اردویی مطمئن مهم هست براشون، به همین ترتیب این ارتباط روانی رو با به هر حال با اعضای تیم ملی ایجاد میکنه و این ارتباط روانی خیلی مهمه در موقع کوچینگ کردن توی مسابقات. چقدر خوش بینستید به این تیم ملی که با سلیمانی هستش؟ ببینید، همواره تیم ملی ایران جزو قدرتمندهای آسیا بوده. خب طبیعتاً کاراته پیشرفت چشمگیر داشته تو سالهای اخیر توی ایران و ما پتانسیل بسیار زیادی توی ایران داریم در زمینه کاراته، به همین دلیل باز هم میتونه قدرتمند ظاهر بشه توی این مسابقه. بسیار ممنونم آقای جعفر قلی‌زاده، می‌خواستم از شما بپرسم چون میدونم که خیلی ریز و دقیق به تیم ملی نگاه میکنه در مراحل مختلف، الانی که با آقای سلیمانی داری کار میکنه چقدر خوشبین هستید به این تیم و چه اخبار جدیدی از اردوی تیم ملی دارید؟
والا از خبر که گفتید باید بگم که آقای عبدالمحمدی که گزینه اصلی سرمربیگری تیم جوانان و نوجوانان امید بود، متاسفانه به یه دلیلی که برای من قابل قبول نیست، مریضی مادرشون استعفا دادن و حالا قراره که از بین گزینه‌های آقای علی عسگری، احمد صافی و آقای بهرامی، محمد بهرامی، درسته، یکی رو انتخاب بکنن. و من فکر میکنم همونطور که بهتون گفتم اون دلیلی که آقای عبدالمحمدی آوردن برای استعفا دادن برای من قابل قبول نیست، چون من سالها یه سال با آقای عبدالمحمدی تمرین کردم و ایشون مربی اصلی من بوده در ایران و من فکر نمیکنم این چیزی باشه که قابل قبول برای من و جامعه کاراته باشه. باید اول پیگیری کرد که چرا این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه من دو هفته قبل از اینکه این اتفاق بیفته با یکی از دوستانم که در ایران حرف میزدم صحبت کردم و ایشون مستقیما به من گفت که احتمال زیاد آقای عبدالمحمدی رو از این سمت برمی‌دارن. یعنی دو هفته قبل از اینکه این اتفاق بیفته در روزنامه‌ها و در فدراسیون، یعنی بوش بود که آقای عبدالمحمدی رو برمی‌دارن که دو هفته بعدش این اتفاق افتاد. یعنی برای من خیلی جای سوالی نبود چون من دو هفته قبلش خبر داشتم و تیمو که در مسابقات آسیایی آقای سلیمانی و من سال 2007 باشون در مسابقات آسیایی بودم و تمرین کردم، ایشون واقعا مربی خوبی است از نظر فنی و بیشترین تمرکز ایشون روی تمرینات پایه هست که واقعا مهمه و من فکر میکنم با این تیمی که الان داریم که اکثرا همشون قهرمان آسیا و جهان هستن و از تجربه بسیار زیادی برخوردار هستن، کار پایه مهمه ولی بیشتر از کار پایه دیگه باید کم کم به کارهای تکنیکی و تاکتیکی بپردازن، کارهایی که درست داره، چون هر روز داره قانون در WKF عوض میشه. مثلا تا پارسال اینجوری بود که درگیری های زیادی بود تو کمیته و برای همین مثلا پارسال آقای آشوری از آقای اون جودو کار اسمشون یادم رفته میر اسماعیلی دعوت کردن که بیان فنای جودو رو بهشون بدن. از امسال شما کوچکترین کانتاکت و درگیری داشته باشی به شما اخطار میدن. درست. یعنی به نظر من روز به روز باید مربی ها و سرمربی ها باید کار بکنن روی سیستم های جدید داوری که میاد که بتونن بچه ها رو با اون سیستم ها مچ بکنن. بسیار ممنونم آقای اسفندیاری. ما صفحات روزنامه و سایت ها رو که نگاه میکنیم و ورق میزنیم میبینیم که لابلا های سری حاشیه های کاراته همیشه داشته، یعنی امکان نداره که روز یا هفته بگذره و کاراته حاشیه نداشته باشه. یه حاشیه که من دیدم و تو رسانه هم زیاد دربارش صحبت کرده این دعوایی که آقای سمندر رئیس فدراسیون کاراته با آقای احمد پناهی که رئیس اسبق فدراسیون کاراته هم بوده و الان در کنفدراسیون کاراته آسیا بالاخره یه سمتی داره و آقای سمندر ایشونو متهم میکنه که با حمایت عربستانی ها به این سمت رسیده، بعد از اون آقای احمد پناهی آقای سمندر رو به یه کار دی متهم میکنه. این دعوا فهم میکنید که سرمنشأش از کجاست؟ این متاسفانه از موقعی شروع شد که آقای پناهی خودشون رئیس فدراسیون کاراته ایران بودن و بعدش که شدن حتی عضو هیئت رئیسه کاراته غرب آسیا، که این دعوا موقعی شدت پیدا کرد که وقتی مسابقات کاراته غرب آسیا در ایران بودش، بنا به مشکلاتی که بین آقای سمندر و آقای پناهی بود، تیم کاراته ایران علارغم اینکه مسابقات توی ایران بود توی مسابقات شرکت نکرد و تیم‌های دیگه توی مسابقات شرکت کردن، درست، که این باعث شد که این اختلافات بیشتر بشه و کماکان هم ادامه پیدا بکنه. حتی من تا جایی که میدونم یه دعوایی حتی شاید توی دادگاه هم با هم داشته باشن در این خصوص. آقای جعفرقلی‌زاده، این دعوات چی اصلا داستانش؟ حالا آقای اسفندیاری اشاراتی داشتن، می‌خواستم از نگاه شما بپرسم که این دعواها دعوای رؤسای فدراسیون هست یا اینکه اصلا می‌خوان اصلا امتیاز بگیرن؟ چیه داستانش؟ والا من چون خیلی شناخت کاملی از آقای سمندر دارم از سال 2003 که ایشون نایب رئیس فدراسیون کاراته بودن و ارتباطی که با ایشون داشتم و آقای عباس پناهی که خب کهان فسابق همیشه تو فدراسیون بودن، حالا از موقعی که نامه می رفتن می آوردن و می بردن تا موقعی
که بالاخره یه سری کارهای دیگه هم بهشون میدادن، هم پرداختی های بانکی و اینا، تا موقعی که ریاست فدراسیون شدن. از هر دوی ایشون من خیلی اطلاعات نمیشه بگی، شناخت کافی دارم. آقای سمندر کسی نیست که باج به کسی بده، یعنی آقای سمندر یه اخلاقی داره، اگه کسی بخواد جلوی پاش وایسه اصلا مهم نیست که ایشون درست بگه یا غلط بگه، چیکارش میکنه آقای از طرف چیکارش میکنه، بدونه که طرف میخواد باج بگیره به هر نحوی قبول نمیکنه. بعد چه اتفاقی واسه اون طرف میفته؟ اتفاق بعدی واسه طرف نمیفته، فقط این ادامه پیدا میکنه قضیه. بس. و به نظر من آقای عباس پناهی هم از نظر درجه کاراته، هم از نظر شخصیتی، به نظر من باید به آقای سمندر احترام بذارن و ایشون به نظر من جالب نیست که هر کوچکترین اتفاقی که میفته با خیلی صحبت، خیلی جالب نیست حرفایی که آقای عباس پناهی میزنه و همیشه میخواد حق به جانب صحبت کنه، فقط به یه دلیل، چون ایشون از موقعیتی که به عنوان رئیس فدراسیون داشت اون موقع استفاده کرد و تونست یه جایگاهی توی کاراته آسیا به دست بیاره و اونو فقط با رابطه آدم میتونه به دست بیاره. شما خودت میدونی لابیگری در دنیا الان حرف اوله میزنه، شما اگر لابی بکنی میتونی به هر جایی که میخوای بخوای، حتی به ریاست فدراسیون آسیا، ریاست فدراسیون جهان هم برسی. و به نظر من آقای عباس پناهی دیگه باید کم کم دیگه این قضیه رو دیگه واقعا لوس شده در کاراته، و شما به جایی که توی روزنامه ها هر روز از افتخارات بچه ها بخونی، از کارهایی که دارن برای رسیدن بچه ها به جای بالاتر، به جایگاه بالاتر، شما هر روز داری از دعوای دو تا آدمی میخونی که میانگین سنیشون 60 ساله 50 ساله درست. و به نظر من زشت آقای عباس پناهی باید احترام به عنوان حداقل آقای سمندر الان رئیس فدراسیونه و ایشون باید به این احترام بذاره و دعواها رو بین خودشون انجام بدن و هر کدوم به نتیجه میرسن یا نمیرسن خواهشن و لطفاً بچه های کاراتر و قهرمان ها رو وارد این بحث نکنید. بسیار ممنونم. آقای جعفر قدسی، در مورد هم آقای احمد پناهی داریم صحبت میکنم دیگه، درسته؟ بله. چون حالا عباس آقای عباس احمد پناهی، عباس احمد پناهی، چون می‌خواستم، چون به بینندگان عزیز هجمن بالاخره شاید بله دو تا این اشتباه رو احمد پناهی فامیلی بله بله آقای اسفندیاری و آقای جعفر قدسی یک دقیقه وقت دارم، می‌خواستم یه سوالی از شما بکنم. آقای اسفندیاری، این حاشیه‌ای که تو کاراته ایران هست مطمئناً در آسیا و دنیا هم هست، این فسادی که الان میگن در کنفدراسیون جهانی کاراته هست و دو تا رقیب با هم دعوا دارن، این چیه داستانش؟ خدمتتون عرض کنم، این دعوا بین جورجیو اولمپوس و آقای رئیس فدراسیون اسپینوز، آقای اسپینوز، اون یونانی اسپینوز متهم میکنه که ایشون به فساد متهم کرده، بله، برای المپیک 2012 که ببخشید، برای کمپینی که برای 2020 بله کاراته انجام داده بود که میخواستم به حال برای بازی المپیک اضافه بشم به این بازی ها، مقادیری کمک دریافت کرده از این ارگان های به هر حال کمپین های مختلف، بله بله، تجاری و بیزنس های مختلف، و اون رو به هر حال برای خودشون برداشتن. و از این صحبت ها که این یه دعوایی بوده که هنوز هم ادامه داره، هنوز هم ادامه داره، بله، که الان باعث شده که یه حالت دوگانگی در ورزش کاراته به وجود بیاد، یه فدراسیون کاراته دیگه ایجاد بشه و حالا این متاسفانه داره لطمه میزنه به کاراته. بسیار ممنونم. آقای جعفر قدسی، خیلی کوتاه بفرمایید که کدوم طرف داره راست میگه. راست فقط خدا میدونه کی راست میگه. حالا از نگاه شما که بالاخره سالیان سال در کاراته بوده، من آیه اسپینوز سالیان سالی که داره از کاراته استفاده میکنه و همطور که همه مردم، یعنی اون کسا که از نزدیک دستی براتش دارن در کاراته، آقای اسپینوز فقط این سالها تونسته بیشتر به حسابای مالیش توی سوئیس و توی باهاماس اضافه کنه و هیچ کار دیگه خاصی برای کاراته نکرده، چون کاراته همون چیزی بوده که 20 سال پیش بوده و حتی الان ضعیف‌تر شده. احتمال داره ایشون بالاخره در انتخابات بعدی برکنار بشه؟ امیدوارم که برکنار بشه، به خاطر اینکه حداقل ما دوست داریم که کاراته رو روزی در المپیک ببینیم و باعث پیشرفت کاراته بشه. بسیار ممنونم بینندگان عزیز و ارجمند، بحث و گفتگو کردیم با
آقای مهدی جعفر قلی‌زاده در هلسینگ فنلاند و مرداد اسفندیاری قهرمان اسبقه کاراته و کارشناس برنامه سود در استادیوم. امیدواریم که این بحث مورد رضایت هواداران و خیلی عظیم دوستان کاراته قرار گرفته باشه. دوباره اعلام میکنم که برندگان انتخاب برترین های ورزش ایران در سال 93 کارشناسان محترم انتخاب کردن و بینندگان و دوستان گرامی شرکت کردن مشخص شده و ما حتما به 3 نفر برتر جواز نقدی تقدیم میکنیم و ارسال خواهیم کرد بهشون. بریم بخش دوم اخبار ورزشی رو با هم ببینیم، بعد خدمتتون هستم.